با سلام، امروز با یک ویدیوی دیگه از ویدیوهای امتحان تو شهری گواهینامه در خدمتتون هستم. دوستان درخواست کرده بودن که بیشتر با هم دیگه اتوبان رو کار کنیم، رو همین حساب امروز با هم دیگه مسیری از اتوبان رو میریم و نکاتی که لازم هست و خدمتتون عرض میکنم. خب الان رسیدیم به ورودی اتوبان. خب راهنما میزنیم شلتا بلیک، میخوایم بیایم تو مسیر دست چپ. همیشه فراموش نکنید هر موقعی که میخواید مسیرتون رو عوض بکنید، همیشه بایستی اول تو آینه ها نگاه بکنید، شلتا بلیک بکنید، راهنما بزنید و بعد باند یا مسیرتون رو عوض بکنید. الان دیدید قبل از هالت لینیه که رو زمین هست توقف کردیم، منتظر میشیم که چراغ سبز بشه. در این مدت هم بایستی راهنمای سمت چپتون همیشه زده شده باشه. خب حرکت میکنیم، باز هم اینجا شلتا بلیک میکنیم. خب نسبت به خیابون فورفار دادیم. خب ببین الان اینجا مسیر تنگ میشه، یعنی کسایی که دست راستن باید بیان به مسیر سمت چپ. خب نگاه کنید، الان وارد اتوبان میخوایم بشیم. به کارش میگفتن غایس شروس ففاقن، یعنی ما الان توی یک مسیر وارد میشیم که در این مسیر کوتاه تا بیفته تو اتوبان یک باندی داریم. نگاه کن رو زمین خط ممتده، تا خط ممتد تموم نشه شما اجازه ندارید بری سمت چپ. خط ممتد تموم شد، راهنما شلتا بلیک، ماشینی نبود و اومدیم این بر. تو این مسیر دست راست که در حقیقت به اتوبان منتهی میشه، شما اجازه دارید که از ماشینی که توی اتوبان داره میره از سمت راستش سبقت بگیرید. این تنها استثنا هستش که میشه از سمت راست سبقت گرفت. خب سرعتمون رو میرسونیم به اون چیزی که مجازه. خب چون راهنمای دست چپ میزنیم شلتا بلیک، اگه ماشین نمی اومد و مسیر اجازه میداد در از سبقت میگیرید. اینجا احتیاط میکنید، خب جلو مثل اینکه ترافیک از قبل سرعتتون رو کم میکنید، یعنی سرعتتون بایستی با اون سرعت نسبی که همه ماشین رو دارن میرن مطابقت داشته باشه. در از شما نمیتونید موقعی که در از جلو ترافیکی با سرعت تمام برید و اونجا بزنید رو ترمز. همیشه هم فاصلتون رو با ماشین جلویی حفظ بکنید. خب ببین اینجا خیلی هم ماشین قابل میشن دست راست، من از قبل ترمز میگیرم نه اینکه بچسبم به ماشین جلویی و ترمز بگیرم. ما حالا میخواییم مستقیم بریم. همیشه آینه ها رو نگاه بکنید در حین رانندگی، مسیر خودتون هم حفظ بکنید، یعنی بایستی در از شما وسط اون باند خودتون برید، نه متمایل به چپش نه متمایل به راست، مگر اینکه جلو ترافیک شد که اون موقع بایستی یه قطونگاسه باز بکنید برای ماشینای امدادی. همه اینا رو در نمونه سوالات تئوری با هم دیگه کار کرده بودیم. خب الان می‌خوایم دوباره سبقت بگیریم بریم سمت چپ، راهنما شلتا بلیک، تو آینه ها نگاه می‌کنیم و متمایل می‌شیم به سمت چپ. خب اینجا سرعت 120 ولی ترافیک جاده اجازه نمیده که 120 بریم. رو همین حساب واسه هم دیگه عرض کردم سرعتتون رو با ترافیک جاده تطبیق بدید. همیشه باید به تابلو دقت بکنید. اینجا به طور مثال تابلوی هستش که نشون میده ماشینای سنگین اجازه ندارن از سواری سبقت بگیرن. خب الان نگاه کنید علامت کارگران مشغول کارند هست و سرعت واسه به 100 برسه. ما زیر 100 هستیم و مشکل پیش نمیاد. الان نگاه کنید اینجا تابلو دیگه است. به دلیل تعمیرات نشون میده که در 600 متر بعدی مسیر یه مقدار پیچ میخوره. خب سرعت باید اینجا 80 باشه، پس همون 80 تا میریم. خب من فهمیدم میام بغل، راهنمای دست راست میزنم، شلتا بلیک انجام میدم، میام بغل. خب من میخوام به مسیر مستقیم ادامه بدیم. سرعت 80 و همون 80 تا رو میرید، نه کمتر و نه بیشتر، هر اینکه در راست جاده اجازه میده که اون سرعت 80 رو برید. خب نگاه کنید الان رو زمین خط ممتد کشیدن، حالت موقت داره به دلیل تعمیرات. خب شما روی این خط ممتد اجازه ندارید باندتون رو عوض کنید، در اینجا میشه، اینجایی که دیگه زمین خط چین میشه، شما اجازه دارید که به مسیرتون در از باندتون رو عوض بکنید که الان لزومی نداره، ما جلومون خالیه. و همیشه حواستون باشه که بس فرمون رو با هر دو تا دست نگه دارید، این نکته مهمه. الان به مسیر ادامه میدیم، آینه ها رو همیشه نگاه بکنین چپ و راست که اون پروفا بفهمید که شما حواستون در از جمعه. خب اینجا تعمیرات تموم میشه، علامت سبانده
باید بریم جلو ببینیم سرعت بعدی که برامون مجازه چنده. خانون رسیدیم به سرعت 120، سرعت رو میرسونیم به 120. بچه این خط رو زمین رو نگاه کنیم، دست راست سمت ما خدچینه، سمت دست راستی ممتده، یعنی ما میتونیم بریم دست راست ولی اونا که دست راست اجازه ندارم بیان تو باند ما. خب سرعت رو میرسونید به 120. البته اکثر دوستان که اتوبان میرن معمولا یه جای میرن که سرعت 80 یا 100 هستش. خب در اینجا حالا برای بعد از امتحان هم قطعا باید نکته دقت کنید که هر سرعتی که بود همون سرعت رو باید بدید. خب اینجا تابلو اختار بود، دوباره سرعت شد از 120 تبدیل شد به 100. سرعتتون رو کم میکنید. اصلا هم مهم نیستش که از پشت سر ماشین میاد یا نمیاد، یا یکی پشت سر شماست که عجله داره میخواد تندتر بره، شما هر سرعتی که مجاز هست واسه همون رو برید. اینجا مشاهده کنید دوباره سرعت شد 80، باز هم سرعت رو کم میکنیم بی توجه به اینکه در از چه خبره، یعنی هرکی که عجله داره میتونه سبقت بگیره. اینجا دوباره سرعت شد 60، باز هم سرعت رو کم میکنیم. خیلی وقتا تو اتوبان ها باوشتله هست و همیشه شما باید به تابلو تبلیغات در از تابلوهای راهنمای رانندگی توجه بکنید. اینجا سرعت چون 40، ما داریم سرعتمون رو کم میکنیم ولی خب خیلی از راننده ها بی توجه به تابلو حرکت میکنن، ولی توی امتحان شما باید حتما فقط قوانین رو رعایت کنید بی توجه به اینکه بقیه ماشینا دارن چجوری حرکت میکنن. ما الان دیگه میخوایم از این اتوبان خارج بشیم و توی یه اتوبان دیگه بیفتیم. از قبل همیشه شما واسه مسیرتون رو مشخص بکنید. ما به مسیرمون ادامه میدیم. سرعت مجاز در این تیکه اتوبان 100 کیلومتر بر ساعت هستش. دقیقا همون 100 تا میریم، نه کمتر و نه بیشتر. خب ما میخوایم الان خروجی اتوبان 3 رو بگیریم بریم. همین از قبل واسه تو همون مسیری که تابلوهای بالا در واقع تابلوهای بالای اتوبان مشخص کردن تو همون مسیر بمونید. خب دیگه به خروجی داریم میرسیم، راهنما رو میزنیم، راهنمای دست راست رو کمر میخوام تو این باند، تو آینه نگاه میکنیم، شورت بلینگ راهنما رو هم زدیم، در این مسیر باقی میمونیم. سرعت رو باید کم بکنید قبل از اتوبان، یعنی قبل از پیچ همیشه شما سرعتتون رو کم کنید. خب حالا اینجا میشه سرعت 80، سرعت رو میرسونیم به 80. باز هم میخواییم دست راست بپیچیم، در سمت راست رو نگاه میکنیم، شلتا بریک راه نما هم که زدیم و آروم متمایل میشیم به سمت راست. قبل از پیچ سرعت رو کم میکنیم، دنده رو روی دنده 3 میذاریم، شلتا بریک میکنیم دوباره قبل از پیچ. همیشه باید تو آینه ها رو نگاه بکنیم، دنده مناسب هم انتخاب کردیم. خب الان میخواییم دوباره بیفتیم توی اتوبان دیگه، اینجا رو دقت بکنیم دوستان. خب اینجا میخواییم متمایل شیم به سمت چپ که بیافتیم توی اتوبان دیگه. اینجا تابلو 60 داره، راهنما سمت چپ رو میزنیم. نگاه کن اینجا خط ممتده، اجازه نداریم روش بریم. راهنما چپ رو میزنیم، شورت بلینک آینه ها رو نگاه میکنیم، ماشین نمیاد و میافتیم تو همون مسیری که در اصل میخواییم ادامه بدیم. اینجا هم نگاه کنیم دو مرتبه یک ورودی دیگه به اتوبان هستش. سرعت باید 60 باشه. سمت راست نگاه کنید، ماشین داره میاد. خط بین ما هنوز ممتد هست، یعنی اونا نمیتونن بیان تو مسیر ما. خب ما میخواییم متمایشیم به سمت چپ، راهنما رو میزنیم، تو آینه رو نگاه میکنیم، اگر شرایط مساعد بود سبقت میگیریم. خب الان شرایط مساعد نیست، از سمت راست داره ماشین میاد. خب راهنما رو هم زدم، خطمون رو میبینید اجازه سبقت گرفتن داشتیم. خب الان افتادیم تو همون باندی که در اصل تو اتوبان اصلی هست. دو مرتبه متمایل میشیم به سمت چپ، باز هم اول پشت رو نگاه میکنیم ببینید چه خبر تو آینه ها، راهنما رو میزنیم، شورت بلینک و میافتیم تو این مسیر وسط. معمولا ماشین های سنگین از باند سمت راست استفاده میکنن و سواری ها از باند وسط و برای سبقت گرفتن هم باید از باند سمت چپ استفاده بکنید. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین.
فراموش نکنید که حتما عضو کانال بشید تا همیشه در جریان جدیدترین ویدیوها قرار بگیرید. پس تا ویدیوهای بعد، بدرود.